درود خانم فرشته انتظامی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی سلام برای عرض ما شد. ارزشمنده و سلام عرض شد. امروز قراری که خانم انتظامی در مورد کاهش وزن و بهبود سلامت برای خانم ها صحبت بکنن زمانی که سنشون افزایش پیدا میکنه. خب من دیگه تریبون رو به دست شما میدم، لطفاً توضیحات بدید. خانم هم که سخنران های قهار، با عرض سلام خدمت شما و ممنون از پیج بسیار پربار علمیتون و ممنون از دعوتتون. خب خیلی لطف کردین، من دیگه زیاد سخنوری نمی کنم چون سخنران نیستم و میرم سر وقت موضوع اصلیه برم. اول یک کوچولو اجمالی خودم رو معرفی بکنم. فرشته هستم با اسم آیدی کتوزیس فرشته و با سن 55 سال و کاهش وزن حالا از 91 کیلو تا 68 کیلو به وسیله فقط کتوژنی کنم در عرض 7 ماه. اومدم براتون بگم که خب معمولا خانم ها برای کاهش وزن در سنین بالا یه سری معضلات و مشکلاتی رو دارن که خب اغلب پزشکان، مخصوصا پزشکانی که به وسیله کالری شمار ما میریم باشون وزن کم کنیم، اینو به عنوان یه پوان مثبت تلقی میکنن برای خودشون که خب هر جای کار که ما لنگ میزدیم، چون سالهای سال من با این قضیه کاهش وزن دست به گریبان بودم دیگه، حالا از کالری شماری، از رژیم های مختلف، از پانادایی دوکان و اتکینز و حالا همشون، پزشکی رو که میرفتم برای کالری شماری انتخاب میکردم، در نهایت اونجایی که مثلا در طول هفته 200 گرم بیشتر وزن کم نمیکردم، مثل الان که دیدیم پزشکان هرچی رو که متوجه نمیشن میگن مربوط به اعصابه، اونجا بهم میگفتن که خب خیلی طبیعیه، مربوط به سنت، مربوط به هورمونای بدنته. و خب یک واقعیت همینه، نمیشه گفتش که نه این الکی میگفتن، چون واقعیت امر همینه. در واقع ما یه مثلث برمودا داریم از 3 تا اتفاق مهم که کنار هم که قرار میگیرن حالا در سالهای قبل از یائسگی و سالهای یائسگی، اگر این 3 تا اتفاق دست به دست هم بدن، با هم رخ بدن، این خودش اصلا یه عامل اصلی چاقیه. حالا اون 3 تا اتفاق مثلا چیه؟ یکی افزایش کالری دریافتیه. خب ببینید تحقیقات نشون میده که وقتی که میزان استروژن در بدن خانم‌ها کم میشه، قاعدتا کالری بیشتری خانم‌ها تمایل دارن که مصرف بکنن. اون یه چیز علمی و به اثبات رسیده است. دومین عامل این مثلث برمودا کاهش فعالیت بدنیه. ببینیم به صورت ناخودآگاه اصلا فعالیت بدنی خانم ها در سالهای پیش از یائسگی تا برسن به یائسگی کم میشه. به خاطر چی؟ به خاطر علائم پیش از یائسگی. علائم پیش از یائسگی در ما خانم ها معمولا خستگی هست، کمخوابی هستش، افسردگی، تغییرات خلق و خو، اینا همه باز برمیگرده به اون ترشح کم استروژن که خب بالاخره مربوط به سن نمونه و کم شده. و سومین عامل این مثلث در واقع کاهش سوخت و ساز بدن در زمان استراحته. ما کاهش استروژن در بدنمون که رخ میده، این کاهش استروژن میتونه نرخ سوخت و ساز بدنمون رو در زمان استراحتمون کم بکنه که معمولا این نرخ بین 40 تا 70 کالری در روزه. خب ببینید اینا دست به دست هم میدن، بعد چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش میشه چاقی. و واقعا هم پزشکا راست میگن و حق دارن که این سه عامل رو خیلی دخیل بدونن. پس ما میرسیم به اینجا که خانومی که سنش از بازه 40 بره بالا، دقیقا نمیشه گفت که چه زمانی این خانم قراره که یائسه بشه. ما شاید سالهای پیش از یائسگی رو بین 3 تا 5 سال تجربه بکنیم. من خودم در زمان 43 سالگی این اتفاق برام افتاد، اونم به خاطر ارثی بودن این قضیه که خب حالا از مادرم به من به ارث رسیده بود. پس ببینید اینطوری ما میتونیم مثلا بگیم از تایم 40 سالگی من در سالهای پیش از یائسگی به سر میبردم، درسته؟ و خب تمام تاثیرات روم نشون داده میشد و من متوجه نبودم، میگفتم چرا وزن کم نمی کنم، همه کالری شماری دارم میرن. من خودم سابقا مثلا 27-28 سالم که بود، چون از اول زندگی من خب اضافه وزن داشتم،
بلا فاصله بعد از وارد شدن به یک سبک خاص تغذیه‌ای، حالا هر نوع رژیمی، وزن کم میکردم. اما یهو تو 40 سالگی فکر میکردم یک اتفاق خیلی خاصی داره میفته، چی شده؟ و خب هنوزم یائسه نبودم و این خیلی بر من واقعا عجیب بودش که حالا چه داره، چه اتفاقی میفته. استروژن شروع میکنه به کم شدن در بدن و این کمبود استروژن خیلی تأثیر میذاره. اولین نقش استروژن تو بدن ما خانم‌ها کنترل وزنمونه، که خب ما اینا رو نمیدونیم. مثلا من با عنوان یه خانم عامی تا قبل از اینکه تحقیقی در مورد سبک کتوژنیک نکرده بودم و حالا دامنه اطلاعاتم زیاد بالا نبرده بودم، نمیدونستم که حالا داره چه اتفاقی در بدن من میفته که حالا استروژن باشه یا نباشه. اولین نقشش کاهش کنترل به کاهش وزن، یعنی کمک به کاهش وزنمه. خب چرا؟ چون روی اشتها خیلی تاثیر داره، روی فعالیت هامون خیلی تاثیر داره این استروژنه، بعد روی غذاهایی که مصرف میکنیم، میزان غذاهای شیرین و حالا مثلا چیز آدم خیلی بیشتر وقتی که استروژن داره در بدنش خیلی کمتر میخواد. کاهش استروژن خودش باعث میشه که یه سری چربی تو نواحی شکمی افزایش پیدا کنه. قبلا شما که جوان هستین شاید وقتی که چاق بشین همزمان همه قسمت های بدنتون با هم چاق بشه، اما خانمایی که استروژن کمتر درشون ترشح میشه، این خانما معمولا در نواحی شکم خیلی چربی ذخیره میکنن. و اینکه این مورد دیگه خیلی مهمه که حجم توده ماهیچه‌مون کم میشه، در عوض حجم توده چربیمون اضافه میشه. خب اینا همه خودش میره در این مسیر که میزان کالری که میخواد برای سوخت و ساز بدن و مصرف بشه کم میشه. خب اینا همه مصادفه با چاقی. اون سالها وقتی که من با کاهش خیلی کمی روبرو میشدم، پزشکم اینا رو میگفت، حالا نه خیلی کامل توضیح بده، اجمالی توضیح میده که مربوط به هورموناته و منم خب واقعا قبول میکردم همینطور بود. اما در مورد، یعنی میخوام بهتون بگم، من با این فوبیا وارد سبک کتوژنیک شدم که خب الان تمام این چالشاری که گذروندم قبلا الان دوباره باشون روبرو هستم و باید بگذرونم. و چیزی که منو در مورد سبک زندگی کتوژنیک خیلی تحت تاثیر قرار داد همین بود که من تقریبا تجربه نکردم هیچ کدوم از اینها رو. همپای شاید میتونم بگم اگر بیشتر نه، ولی همپای یه خانم جوان که سبک کتوژنیک رو شروع کرد، منم همپای اون وزن کم کردم. و خب این یکی از محسنات رژیم کتوژنیکه. حالا شما اگر سوالی چیزی در این خصوص، من یه مقدار توضیح دادم، سوال خاصی شما داریم بفرمایید که باز من در خدمتتون باشم. نه سوال خاصی ندارم، میتونید توضیحات رو همچنان ادامه بدین که حالا چجوری با کتو آشنا شدین و چه فرقی میکرد با بقیه رژیم هایی که دنبال میکردین و نتیجه ای نمیگرفتین؟ بله، حقیقتا با کتو زمانی آشنا شدم که دیگه مستعصل شده بودم، بریده بودم از انواع رژیم های مختلف. کالری شماری که خب قطعا انتخاب اول هر خانومیه، چون خب یک گزینه ای که خیلی شما میتونید راحت هر چی که دلتون بخواد به خیال خودتون بخورید. اما وقتی واردش میشی میبینی که خانومی رو مثلا با وزن 90 کیلو داره بهش میگه که تو یک کف دست نون بخور، آخه یک کف دست نون معمولا جایی رو نمیگیره، یعنی اون حس گرسنگی تو بیشتر میکنه. من فکر میکردم همه اونایی که کالری شماری میرن همین پوان مثبت میبینن که آخه کالری شماری همه چی میتونی بخوری. بعد به این قضیهش فکر نمیکنن که حالا همه چی رو چجوری میتونی بخوری. یک کف دست یا مثلا یه برش قد یه قوطی کبریت، نصف قوطی کبریت نمیشه اصلا اینا رو چیز کرد. برای همین از اون کالری شماری که تموم میشد و بریده میشد میامدم سر وقت رژیمای دیگه. حالا یه چیزی باشه که زود اثر بذاره، مثلا چی؟ کانادایی. رژیم کانادایی یه رژیم 2 هفته‌ایه که خیلی هم سریع جواب میده. شما مثلا یه روز کامل فقط بعد شیرموز بخوری، روز دوم کامل شما فقط بعد یک کف دست، نه 10 تا برش فکر میکنم نون توست بخوری با بدون هیچی. بعد یه روز دیگه کامل فقط شما بعد آب میوه هر چقدر که دلتون میخواد بخورید. ببینید اینا رژیمای انتحاریه دیگه، واقعا به نظر الان به این نتیجه رسیدم که اینا رژیمای انتحاریه. برای همین از همه اینا که دیگه و بعد فشاری که خیلی روی من آورد
زانوهام بود. من از بابت غضروف زانو، مفاصل زانو خیلی مشکل داشتم و این به حالت رسیده بود که وقتی رفتم پلو پزشک گفتش که باید حتما غضروف زانو تو جراحی کنیم و پروتز بذاریم، چون دیگه حالت کلاژنی درست نمیشه و تحمل این وزن تو رو نداره. خب حقیقتا نه اینکه از جراحی بترسم، ولی دوست نداشتم که حالا در سنین پایین تر از 50 سال بخوام برم زیر مثلا تیغ جراحی که بخواد پروتز زانو برام بذارن. به همین خاطر گفتم که هیچ راه دیگه ای. گفتم جدیدن این روش PRP خیلی روی بعضی ها جواب میده، نمیتونم 100% بگم روی شما هم شاید مثل بقیه جواب بده، ولی روی همه تقریبا جواب میده. PRP چی هست پرسیدم، گفتن خونتو میگیریم، پلاسمای خونتو، پلاسمای غنی از پلاکت خونتو جدا میکنیم و بعد اون پلاسما رو ما به سر زانوها تزریق میکنیم. در واقع PRP هست همون پلاتیت ریچ پلاسما، پلاسمای غنی، پلاکت هایی که غنی شده از پلاسما هستن. گفتم اشکالی نداره. خیلی پروسه دردناکی بود، چون تزریق با سرنگ های بزرگ به سر زانو در حالی که بیهوش نیستی خیلی، ولی خب بالاخره گفتم حالا اگر جواب بده خیلی خوبه. و حقیقتا با پزشکم مشورت کردم، گفتم حتی یک اپسیلون من جواب نگرفتم. گفت خب پس این یعنی این که هیچ راهی رو تو کارساز نیست الا همون جراحی. و بعد ده تهش درآمد، گفت حالا اگر بتونی وزنتو کم کنی میتونی شاید 4 یا 5 سال دیگه با همین زانو تحمل وزنتو خواهد داشت و میتونی بدون جراحی زندگی کنی. دیگه اون زمان که من مستعصل بودم و حالا از دوکان برو به اتکینز، از اتکینز برو به کانادایی مونده بودم چیکار کنم، نمیدونم چطور شد یه اسمس برای من اومد که شما میتونین با ما وزن کم کنین. اون زمان نیوشا، شاید دمنوش های نیوشا خیلی مد بود. اولین چیزی که ذهن من رفت طرفش، گفتم این مال دمنوش نیوشا است دیگه. نوشتم من اصلا دمنوش اسمس بودا، نه اینکه اصلا اون زمان شبکه اجتماعی شاید 5-4 سال پیش من هنوز اونقدی فعالیتی توی اینستا نداشتم، داشتم صفحه پیجم ولی نه که فعالیت خاصی داشته باشم. نوشتم من دمنوش نمیتونم. نوشت دمنوش نیستش. گفتم آها، اگه منظورتون رژیم های دیگه است که دوکان اتکینز و فلان اینا رو من ماندگار جواب وزن کم میکنم باهاشون ولی ماندگار نیست برای من. نوشت نه، کتو تیر آخره. این کتو اون لحظه برای اولین بار بود که من اسم کتو رو شنیدم. بلا فاصله رفتم توی اینترنت سرچ کردم کتو، دیدم یه چیزی به اسم کتوجنیک اومد و خب باز کردم، خوندم صفحات گوگل رو مطالعه کردم، رسیدم به اینستا. اولین صفحه‌ای که حقیقتا برخورد کردم بهش صفحه کتوزیست بود که اون زمان با چند صفحه دیگه هم آشنا شدم که گفتم شماها کمک میکنیم برای رژیم دادن، گفتم بله کمک میکنیم. شاید 4 سال پیش هزینش بود ماهی 80,000 تومان. ما ماهی 80,000 تومان میگیریم، به شما برنامه غذایی میدیم و پشتیبانیتونم میکنیم. این کتوزیستم خیال کردم از همون سبکه. بعد که رفتم تو کنهش دیدم نه، ایشون داره میگه که من هزینه میگیرم از شما، ولی هزینه‌ای که شما باید به من پرداخت کنی اینه که اگر برای شما مؤثر بود این سبک تغذیه‌ای، این رسالتیه که بر دوش شما میذارم که باید به کسایی که مثل خودتون تو این راه قدم میذارن و مثل خودتون نمیدونن چی کار باید بکنن آموزش بدید. و خب اون زمان گفتم خب خیلی خوبه، اشکالی نداره، چه اشکال داره. و الان میبینم که چه رسالت سنگینی رو دوشمه. گاهی تا ساعت 5 صبح من دارم دایرکت بچه ها رو جواب میدم، حالا که بالاخره بدونم اون مشکلاتی که اونا نداشتن. و خب این طریقه آشنایی من با کتو بود. همزمان با آشنایی با پیج ایشون شروع کردم به مطالعه تو گوگل. بعد گاهی قد که فیلتر شکنی روی گوشیم نصب می بود، میتونستم یوتیوب رو باز کنم، تو یوتیوب سرچ میکردم، یک کوچولو انگلیسی که بلدم میتونستم ترجمه هایی که بکنم، مقالات انگلیسی رو میخوندم ترجمه میکردم. و خب الان میبینم چقدر دنیای اینترنت آسون شده، یعنی آموزش ها چقدر راحت شده برای کسایی که مثل اون زمان من تازه وارد میشن. دوستای عزیز من هستن که این مقالات رو ترجمه میکنن. خود شما چقدر آموزش های راحت و کامل و جامعی میذارین که اصلا نیازی نیست کسی بخواد به مثلا بگه حالا من انگلیسی بلد نیستم، دنبال بهانه نمیتونه بگرده دیگه. الان همه چی خیلی راحت شده. این طریق آشنایی من با کتو بود. از اون زمان که شروع کردم، خب خیلی سبک عجیب غریبیه. شما فکر کنین من همسرم میشست با چشای اینطوری گشاد منو نگاه میکرد، میگفت
چی داری میخوری تو؟ داری با خودت چی کار میکنی؟ نیافریدی رو دست من ندونم چی کارت کنم. منم حقیقتا اونطوری نبود که بخوام 100%. همین الانشم بعد از 4 سال هیچ کس نمیتونه 100% راجع به هر بدنی مثلا بگه نه اوکیه، این رژیم باش سازگاره. نمیدونستم، حتی اگر مطمئن میبودم که تو سبک بی عیب و نقصیه که حتی همینشم نمیشه الان هنوز به جرأت گفت، به بدن خودم مطمئن نبودم. من یهو بعد از 4 ماه شب خوابیدم، صبح بلند شدم، 4 ماه بودا بدنم که تا ادپته، یهو دیدم چشام شده مثل ژاپنیا، لبام مثل آفریقایی ها. اصلا وحشت برم داشت. سریع رسیدم خودم. بله، دکتر به من گفتش که تو به یه چیزی حساسیت داشتی. حالا من شب روز قبلشم از سفر می اومدم، ما که تو یا معمولا تو مسافرت یه چیزی که بتونیم بخوریم با خودمون داشته باشیم از این بادوم زمینی های بسته ایه. من بادوم زمینی خورده بودم. بعد به دکتر گفتم من هیچی نخوردم، چون ماه رمضان بود یادم میاد، گفتم فقط بادوم زمینی. گفت آه، تو حساسیت به بادوم زمینی داری. گفتم آخه من همیشه بادوم زمینی میخورم. بعد یهو خودم متوجه شدم که این کتوراشه که در هر فردی به یه شکل خاص بروز میکنه. یه عده تخت سینه‌شون میریزه بیرون، جوشای خیلی ریز میزنه. یه عده میبینیم، یه خانم امروز عکسش رو برام فرستاده بود، زیر چشمش میگه صبح شب خوابیدم، صبح پا شدم دیدم اینجام قرمز شده. گفتم عزیزم این کتوراشه. در هر کسی یه جور، در من به اون شکل خودشو نشون داد. اونجا دیگه من نخواستم رو حرف دکتر بخوام براش توضیح بدم که آره من همچین سبکی. گفتم بله احتمالاً حساسیته، چون میدونستم که عامل حساسیت زاست که دیگه بالاخره این کتوراشو شامل میشه. بهم آمپول فکر میکنم بتامتازون یا ضد حساسیت هرچی که بود داد بهم و من زدم. و مثلا ساعت 6 صبح من آمپولو زدم، ساعت 8 صبح میبرم و دیگه خوابید کاملا. به خودم گفتم ای داد بیداد گریبان من رو ماه چهارم بگیره. شب خوابیدم، فردا صبحش دوباره با همون عارضه از خواب پا شدم. ببینیم برای افراد الان یه وقت میبینم بچه ها وحشت زده، مثلا میگن ما تنمون داره میخاره، لکه ها مونده. حق دارم وحشت بکنن، ولی مسئله اینجاست که مثل زلزله میمونه. زلزله وحشتناکه، ولی وقتی بدونی همگیر و فراگیره، همه دچار این میشن. یه عده خونهاشون محکمتره، آسیب کمتری میبینن، یه عده خونهاشون ضعیفتره، آسیبشون بیشتره. میدونی که این فرایند زلزله است، بالاخره پیش میاد. کتوراشو کتوفلو هم دقیقا همین شرایطو داره. برای هر بدنی متفاوت هست. ببینید من همیشه برای خانوما میگم، خیلی ابراز نگرانی میکنم، میگم مگه شما ویار بارداری که دارین همتون مثل هم ویار دارین؟ نه. یه خانم میبینه از ماه چهارم بارداریش بستری میشه بیمارستان و باید تحت کنترل کامل باشه. یه خانمی هم هست مثل من، با یه دو تا بویی که به بینیش میخوره یه مقدار حالت تهوع دست میده و حتی به حالت مثلا تهوع آنچنانی هم نمیرسه. این تفاوت بدن هاست. در کتو هم خب این شاملش هستش دیگه. ما بدن هامون متفاوته. نباید انتظار داشته باشیم که چرا شما با 55 سال سنه تو ماه اول 8 کیلو وزن کم کردی، اما مثلا من که الان 25 سالمه نتونستم مثلا 4 کیلو وزن کم کنم. خب این به خاطر تفاوت بدن هاست. شما یا هیچ وقت تو خانواده میگین که چرا اون خواهر من بیماری قلبی داره من ندارم؟ نه، به خاطر اینکه شما دو نفر متفاوتین. ریاکشن بدناتون در مقابل هر چیز متفاوته، مخصوصا حالا این کتو. و اینطوری بود که حالا من اومدم وارد کتو شدم. خانواده خیلی عکس العمل نشون دادن از همسرم که خب خیلی همیاری کرد با هم. فقط تنها ریاکشنی که ازش میدیدم چشای گشادش بود که چیزی نگاه میکرد، ولی هیچی نمیگفت، که میگفت خودت بهتر میدونی، بدن تو خودت بهتر میشناسی. حالا مثلا توی خانواده ما، خب چون خانواده همگی توپولی هستیم، خانواده ارسی توپولی، خواهرها میگفتن نه این مثلا هنوزم تو همون رژیم نونم فلانو داری؟ گفتم آره هنوزم همونو دارم. و خب بعد از اینکه 20 کیلو کاهش وزن پیدا کردم، خیلی برای همشون گفتم شما که دیابت داری، این اصلا درمان دیابته. اگر اصلا شما به کاهش وزنش نگاه نکن، شما الان مشکل اصلی دیابت تو زندگی. مثلا به خواهرم میگفتم این واقعا درمان دیابته. حالا کاری ندارم، یه خواهر دیگه هم که از خودم کوچیک‌تر بود، اونم بهش خیلی میگفتم که این مشکلاتی که شما داری، یهویی بلند میشی میبینی ادم مثلا خیلی شدید داری، اینا همه مربوط به همین کربوهیدراته که ما میخوریم. ولی دیگه طوری شد که همه خانواده با این سبک تغذیه من اوکی شدن و حالا کم کم هر کدومشون که یه کوچولو اضافه وزن دارن میان سر وقتم که حالا چیکار کنیم. و بالاخره یکی از بهترین سبکاییه که من خودم به شخص تجربهش کردم. در تایید حرفای شما، این قضیه که
فرد تا فرد فرق میکنه. ما 10 تا انگشتمون، 10 تا انگشت یک فرد، هر کدومشون با دیگری فرق میکنه. دقیقا. اثر انگشت هر کدوممون فرق میکنه، دی ان ای هر کدوممون فرق میکنه و ژنتیک متفاوتی داریم. حتی خواهر برادرها بله. تفاوت دارن. همینجور که شما گفتی یه نفر از خواهر برادرها ممکنه دچار سکته قلبی بشه، دچار بیماری قلبی بشه، یکی دیگهشون نشه. توی هر کسی سبک‌های مختلف میتونه به صورت‌های مختلفی بروز پیدا بکنه. ما باید همه اینها رو در نظر بگیریم و با وجود اینکه من از کاهش کربوهیدرات دفاع میکنم و همچنین از رژیم های کتو و کارنیوار اینها دفاع میکنم، همیشه این احتمال رو در نظر میگیرم که یه نفر با جهش ژنتیکی مواجه باشه، یه جهش ژنتیکی داشته باشه که اونها رو نتونه دنبال بکنه. حتی مثلا در زمینه روغن های سرخ کردنی، این از روی از کربوهیدرات هم بیشتر بهشون حساسیت دارم، یعنی بیشتر براشون تاکید دارم و میگم که باز هم ممکن هست که افرادی باشن با اون روغن ها مشکلی نداشته باشن و حتی روغن های اشباع واسهشون مشکل ایجاد بکنه. و اتفاقا همین چند روز پیش به یه نوع جهش ژنتیکی توی یه کتابی برخوردم، اسمش رو یادم نیست چون که اینا حروف بزرگ و کوچیک و عدد و اینها قاطی داره و خیلی نشنیدمش، هنوز توی ذهنم جا نگرفته. و اونها از معدود افرادی هستن که ممکنه نسبت به روغن‌های اشباع واکنش بدی نشون بدن و اینکه راه چی هست همچنان هم نمیدونم. و البته در مورد اون بادام زمینی و اینها، چون که خودم هم واکنش شبیهی دارم نسبت به بادام زمینی، نسبت به تخم آفتاب گردان، گردو، مثلا گردو خیلی مزهش هم دوست دارم، اما خب اینها مواد التهاب‌زای زیادی دارند و این رو خیلی گذری اشاره میکنم که گیاهان هم مثل حیوانات نیاز دارن از خودشون دفاع بکنن. حیوان میتونه در بره، حیوان میتونه حمله بکنه، چنگ و دندان داره، یا دست کمش میتونه در بره، احسن. ولی گیاه این کار رو نمیتونه بکنه، ریشه در خاک داره. اون موقع باید یه سمومی رو برای دفاع از خودش تولید بکنه و این سموم تمرکزشون تو اون اندامی که حساس ترن و حیاتی ترن مهمتر بیشتره. بیشتر. به خاطر همین توی بذر گیاه که اندام جنسیش هست این تمرکز بالاتره و اکسیلات یا اون سموم دفاعی بیشتری داره و این واکنش ها رو میتونه به وجود بیاره. بعد حالا در مورد اون کتوراشی که گفتین روی صورت بوده، خودم بر نخوردم روی صورت، بیشتر روی موردهایی بر میخوردم که به صورت قرینه توی جاهایی که تعرق بیشتری هست. بله. ولی همیشه باید ذهنمون رو باز نگه داریم، چون که مثلا من یه تجربه ای رو داشتم روی کتو، شما یه تجربه دیگه ای، و هر کدوممون این گذار رو به شیوه های مختلفی تجربه کرده و یه چیزی که برای من جواب داده، یه تجربه که من داشتم شما مطمئنن نداری، ممکنه یه جاهایش فرق بکنه و بعدن راه های مختلفی رو در پیش بگیریم. اینا دیگه مکدونالدی و تیشرتی نیست که مکدونالد همه جای دنیا تقریبا یه مزه رو داره، تیشرت یه پیرهن رو به اصطلاح، این اصطلاح وان سایز فیتس آل، یه سایز میگیرین برای اونی که چاق کش میاد، برای اونی میپوشن. که آره همه میپوشن. این تیشرت نیست، باید فرد به فرد نگاه بکنیم که این توی هر کسی چجوری بروز پیدا میکنه. دقیقا همینطور. خب شما همچنان ادامه بدید به صحبتاتون، من حالا یادداشتایی کردم بعدن ممکنه. در خصوص روند کاهش وزن در کتو، یه تجربه‌ای که خب خیلی من باهاش خوب گرفتم و میدونم، و قطعا خب این تقریبا میشه گفت حالت عمومیت داره، یعنی اینو میتونم به جرئت بگم که برای تمام افرادی که با بدنهای مختلف باشن این تجربه یه تجربه شاید مشترک باشه، و اینکه تا زمانی که روی اون چه که میخوری حساسیت داشته باشی، یعنی برات مهم باشه که بشقاب غذایی تو چی تشکیل میده. من مثلا الان امروز دارم میرم رستوران، میگم حالا ایرادی نداره روغنی که مصرف میکنن، من میدونم که از کتو خارجم نمیکنه، درسته ممکنه حساسیت زا باشه اما با یه وعده خوردن مشکلی نیست، اما اگر این قرار باشه که
من برم اون یه وعده اذیتم نکنه و بعد بشه این روتین زندگیم. خب دیگه پس روغن من اذیت نکرد، حالا من باید میتونم روغن رو... من تا زمان 7 ماه اول که روغن مصرفی ما، حتی من بادمجون میخریدم چون تابستون بود برای خانواده سرخ میکردم، برای خودم بادمجون رو جدا سرخ کردم گذاشتم با روغن مثلا دنبه یا روغن حیوانی سرخ کردم. تا اون زمان من کوچکترین مشکلی از لحاظ استاپ وزنی نداشتم. و خب درسته که در کتو حرف اول و کاهش وزن نمیزنه، در واقع کتو بهترین راهکاری که برای بیماری های مختلف، حالا من خودم بیماری که داشتم و خیلی وقتی که کتو نیستم دامنگیرم میشه ادم اندام هاست، حتی صورتم، دستام، پاهام، یا وقتی بچه هم بهم میخندم میگم مامان حتی انگشتای پات توپل شده. چرا؟ چون مثلا روز قبلش، 2 روز قبلش، 3 روز قبلش توی روغنی که مصرف میکردم هیچ کنترلی نداشتم، مهمونی بودم، حالا باتم اشکالی نداره، من که هست، من که دیگه بدنم کتو ادپت هست دیگه، مشکلی نداره. ببینید شاید از کتو خارجم نمیکرد ولی این مشکل رو برای من پیش میآورد. حالا از این مشکلات کتو که بگذریم، اکثر خانمایی که الان من میبینم هیچ مشکلی هم ندارن، بیشتر به خاطر کاهش وزن میان سر وقت کتو. من میگن که ما حالا این 5 کیلو رو که کم بکنیم بعدش برگردیم به سفره خانواده دیگه مشکلی که پیش نمیاد برای بدنمون. بهشون میگم نه، مشکلی شاید برای بدنتون پیش نیاد، کاری ندارم که حالا ما میگیم اگر شما هی در کتو شل کن سرو کن در بیارین آسیب میرسه به کبدتون، چون بالاخره هی بعد سوخت بدنتون رو شیفت بده دیگه، از چربی به کربوهیدرات، از چربی به کربوهیدرات، خب این اذیت میکنه کبدو کلیه ها. و بعد حالا در طولانی مدت اگر این اتفاق بیفته، شما مثلا بخواین 1 سال کتو باشین که هر هفته کارتون همین باشه، بخورین 1 کیلو 2 کیلو کم کنین، باز اضافه کنین، باز کم کنین، این شاید بعدها به اندام های داخلی مثل قلبم آسیب بزنه. اما بهشون میگم شمایی که هیچ مشکلی نداشتین از این بابت تا الان، فقط واسه کاهش وزن اومدین کتو، بعد دارین میگی من 5 کیلو رو کم کنم دوباره برگردم سر وقت سفره خانواده، خب باز دوباره همون میشین که. یعنی ببینین این یک دور باطل میشه برای کسی که بخواد 2 هفته مراد کنه، بعد مثلا 4-5 روز بگه حالا ولش کن دیگه، مهمونی هم میخورم دیگه، باز دوباره من مراد میکنم 2 هفته بعدی رو. اما این میشه دقیقا راه رفتن رو تردمیل، یعنی همون انرژی مصرف میشه، همون اذیت رو میشه، همون خستگی رو داری، اما به جایی که میخوای نمیرسی، مقصد رو در واقع هدر دادی تو. اینو میخوام بگم که اگر روی تمایل دارین که مثلا 20 کیلو اضافه وزن دارین، برای خودتون هدف مشخص کنیم، بگیم من تا این 20 کیلو رو کم نکنم از این محدوده، از این خط قرمزها عبور نخواهم کرد. رو بشقاب غذاییتون زوم کنین، روغنهای مصرفی رو دقت بکنین، نگین حالا من مثلا هفته پیش خوردم تو رستوران هیچ چیم نشد، پس نمیخورم، میخورم، اشکالی نداره. نه، خیلی تاثیر داره وقتی یه چیزی روتین زندگیتون بشه. بعد دقت کنین که اوایلش که گرسنه میشین، چون خب بدن بالاخره حق داره، بدنی بوده که کربوهیدرات زیاد مصرف میکرده، حالا میان وعده 1 سره میخورده، حالا هیچی نمیتونه بخوره، سعی کنین براش یک تنقلاتی رو تهیه بکنین که خوردنش باعث نشه که شما همچنان رو همون عادتهای بدتون که خوردن حالا تنقلات یا میان وعده هستش بمونیم. چون خب بالاخره حتی ما میدونیم که آب هم که میخوریم ترشح انسولین داریم، حتی مجازها هم که میخوریم ترشح انسولین داریم. خب وقتی که دقت نکنیم این ترشح انسولین های بی جا و بی مورد باعث میشه که اون بیماری مقابله برای انسولین رو داشته باشیم. خب اگر شما دقت بکنیم که حالا زمانی چیزی بخوریم که واقعا گرسنه ایم، چی بخورین؟ پروتئین پرچربی که لایه های چربی تو گوشت مشخص باشه، قسمت مرغ قسمت های پرچربش باشه، نصف بشقابتون این، نصف بشقاب دیگه‌تون سبزیجات، برگ سبز، و حالا در طول هفته 2 یا 3 بارم غیر برگ سبز، مثل بادمجون، مثل کدو، مثلا قارچ که اینا حالا برگ سبز نیستن ولی مجاز هستن و سرشار از ویتامین ها و آنتی اکسیدان هایی که بدن ما باید کرب مصرفیش رو از اینا تامین بکنه. تا زمانی که شما زومتون رو بشقاب غذاییتون این باشه، مطمئن باشین که از کتو نتیجه رو که میخواین میگیرین. کتو
این نیستش که من بیام به شما بگم آقای فهمازبی من حالا چرا با این همه مزایایی که شما از کتو گفتین من چرا الان این هفته استاپ کرده بدنم، مثلا 10 روز الان بدن من وزنم تکون نخورد، یه سره برای شما چربی سوزی کنه، یه زمانی احتیاج داره که ریکاوری انجام بده، حالا خودشو پیدا بکنه، از کجا ما داریم میبریمش به کجا، بالاخره بدن ما هوشمنده، یهو از یه محیطی دیگه داریم میبریمش، هولش میدیم به یه محیط دیگه، انتظار داریم همینطوری دنبال ما نان استاپ بدو بده، نه قرار نیست برای این. من همیشه به همه میگم که تو تمرین صبره، یعنی که شما بتونین قبول بکنین این قضیه رو همونطور که بدنتون داره با شما راه میاد، ما اول 5 کیلو 8 کیلو کاهش وزن داشته، شما هم باش راه بیان، ماه دوم اجبارش نکنین که حالا تو که ماه پیش 8 کیلو داشتی حالا چرا مثلا شدی 5 کیلو. قرار بر این نیستش که همیشه اون چیزی که ما دلمون میخواد اتفاق بیفته، باید بدونین که مسیری که داری میرین مسیر درستی هست یا نه. اگر قبول دارین که مسیر درستیه، خب ادامهش بدین، برین مسیر رو و اجازه بدین که بدنتون بسته به ذائقه خودش، میزان کاهش، میزان خورد و خوراکتون، میزان ساعتهای فستتون رو تعیین بکنه. من برای هفته آینده، از اول هفته آینده گفتم حالا چون نزدیک عید بچه ها میخوان یه تکونی بخورن، دوست دارن چالشی در که مثلا انجام بدن، یه چالش کتو جنگجویان گذاشتم. اما به همه گفتم کتو جنگجویان یعنی نهایتا دو وعده خوردن غذا. اینو شما نباید برای بدنتون تعیین کنی، اینو بدنتون باید برای شما تعیین کنه. اگر در طول این مدتی که حالا 1 ماه 2 ماه 4 ماهی که کتو هستین به این نتیجه رسیدین که بدنتون اینطوریه که شما صبح که حالا مثلا تخم مرغ آبپزتون رو میخورین دیگه تا مثلا ساعت 5-6 بعد از ظهر گرسنه نمیشین، بدونین بدنتون داره برای شما تعیین میکنه که شما آمادگی فست مثلا 16 ساعته رو دارین، خب این خوبه، همپای گروه میشین، همپای جمع میشین، با هم چالش رو شروع میکنیم. اما وقتی برمیگردیم من میگم من هنوز سالا کتو رو شروع نکردم، میشه با چالش شما وارد کتو بشم؟ نه نمیشه، به خاطر اینکه شما باید به بدنتون اجازه بدین که بدنتون بفهمه داریم باش چی کار میخواییم بکنین، قرارش کجا ببرینش، اجازه بدین که بدنتون با محیط اطرافش با خصوصیات این سبک زندگی جدیدش خوب بگیره، بعد حالا بیاد به شما بگه حالا من آمادم، حالا من خودم میسپارم دست تو، تو حالا منو ببر راه ببر، که همونش هم گاهی اوقات بد قلقی میکنه، دقیقا مثل بچه های کوچیکمون دیگه، خیلی بچه های مؤدب تربیت میکنیم، خیلی خوبن، یهو یه جای یه رفتاری نشون میده از خوشون که اصلا آدم آچمز میشه، همتون میمونه که این چرا این کارو کرد. بچه بدن دقیقا مثل بچت میمونه، باید باهاش مدارا کنی و خب اونم اونجایی که لازم باشه به حرفت گوش میکنه و باهات مدارا میکنه. آره کاملا درسته، باید به حرف بدنمون گوش بکنیم، ببینیم که به چی حساسیت نشون میده، به چی حساسیت نشون نمیده. چیزی که همیشه بهش تاکید دارم، شما هم عمده حرفتون همین بود، این هست که ما برای کاهش وزن نیاییم به رژیم، ما بیایم سالم بشیم، از رژیم به عنوان یه ابزار استفاده بکنیم که خودمون رو سالم بکنیم. ممکنه موقتا حتی کسانی افزایش وزن رو هم تجربه بکنم، همچنان به کسی بر نخوردم از نزدیک، ولی مثلا توی گروه هم میبینم که کسی حالا به فرض این که داره رژیم رو هم درست انجام میده، حالا یه مقدار 1 کیلو یه موقع افزایش پیدا کرده باشه، همچنان این مطرح نیست. ما نگاه بکنیم که آیا زندگیمون بهبود پیدا کرده، آیا انرژی پیوسته‌ای داریم در طول روز یا نه، که اینها رو من واقعا با حتی اگر که مشکل چاقی رو ابتدا نداشتم با هیچ چیزی عوض نمی کردم. یعنی بعد اتفاقا جاهایی که حساس داره، قبل از اینکه با شما مصاحبه بکنم خیلی حواسم هست که من غذای غیر کتویی نخورم و سعی بکنم که توی کتو باشم که تمرکز بیشتری داشته باشم، و الان من مدت هاست به اون وزنی که میخوام رسیدم و شاید جاهایی هم بتونم از کادر بیرون بزنم، ولی ترجیح هم بیشتر اینه که تو اون بمونم. و بعضی موقع اینجوری میگم که همون اصطلاح عامیانه ای که مغازه‌دارا میگن که یک بار بگیری مشتری میشی، مثلا یک هفته 2 هفته شما کتو رو امتحان بکن، حتی برای همون هدف کاهش وزنم که امتحان بکنی، ممکنه اون مزایایی که میبینی اینقدر زیاد باشه که بعد از کاهش وزنت هم دیگه نخواهی به اون به اصطلاح سفره خانواده برگردی، و شما خانم ها دیگه غذای خونه دستتون هست، این ابزار رو دارین که سفره خانواده رو شما تعیین بکنین و میتونین بهبود بدین کل سلامت خانواده رو. خب یه سوالی هم میکنم دوباره مربوط به بحث
افزایش سن و حالا حتی قبل از افزایش سن، شما توی دوره های قبلی کالری شماری رو دنبال کرده بودی، روی رژیم کالری شماری چه احساسی داشتی و توی رژیمی که تو بیشتر حالا بس بدین که چه احساس هایی داشتین؟ پیرو فرمایشات شما بعد عرض کنم خدمتتون که حالا در خصوص اون سفره خانواده که فرمودین، یکی از تغییرات خیلی اساسی که الان تو زندگی ما رخ داده این که ما روغن حیوانی رو جایگزین روغن‌های مایه کردیم. این دیگه دست خودمونه، چون من میدونم من امروز غذای خانواده‌ام پلو خورشت مرغه، باید درست بکنم اینو. پس وقتی بدونم مرغم رو با روغن حیوانی سرخ کردم، میدونم این غذا مرغش بر من کتوییه. به خاطر اینکه کار خودم داره غذای خانواده خود غیر ناخودآگاه، یعنی ناخودآگاه رفته سمت سلامت و این خیلی تاثیر گذاشت. یعنی هر کی که الان همسر منم میبینه به همراه خودم میگه که همسرم کتویی شده، همسرم هم پر شده. غذایی که من میپزم دیگه خب خیلی غذای سالمیه و ایشون هم خب کل غذای خانواده رو میخوره و بالاخره تغییراتش محسوس شده. اما در خصوص این سوالی که فرمودین، که چی فرمودین؟ سوالم این بود که شما قبل از این که تو آشنا بشین روی کالری شماری چه احساسی داشتین؟ بله. و بیشتر بست بدین که توی رژیمی که تو چه احساسی داشتین؟ ببینین زمان کالری شماری میگم ما با این خوشحالی و شاید هفته های اول خیلی هم تعریف میکردیم از پزشک، چقدر پزشک خوبی، اصلا شما برنامه غذایش رو نگاه کن، همه چی شما میتونی بخوری. این یکی از افتخارات مثلا حالا بیان این سبک غذایی بود. و بعد که میرفتیم شروع میکردیم به گرفتن این رژیم، میدم که صبح که بلند میشدم مثلا یه کافه دست نون میخوردم حالا با یه برش کوچیک پنیر، در طول روز من دائم گرسنه بودم. یعنی منتظر بودم که ببینم کی بشه ساعت مثلا 11 که وقت میام بعدم بشه برم اون مثلا 4 تا دیجستیو بخورم. گاهی اوقات خودم رو مسخره میکردم، گفتم اصلا دیجستیو از پهنه فقط میچپوندم تو دهنم به حدی که گرسنه میشدم. خب ببینین این اصلا خوب نیستش، این حسش اصلا خوب نیست. حس این که شما بخوای از روزی که میخوای بری پلو دکتر، از شب شما هیچی نخوری که وزنت یه اپسیلون هم کمتر نشون بده بازم، و بعد بری رو وزنه و ببینی تمام این زحماتت 200 گرم فقط کاهش وزن داشتی. حالا من کاری ندارم که اون زمان که من کالری شماری میکردم هم دچار این ادم صورت و دست و پا بودم، حالا نه به شدت اینکه هر شب پلو میخوردم یا نون میخوردم، اما همچنان اون مشکلات داشتم. ببینین من میرفتم پلی دکتر متخصص پوست، میگفتم یه کرم به من بده، میگفت چرا؟ گفتم صورتم یه سر قرمزه. میگفتش که یعنی جوش زیر پوستی داری؟ میگفتم نه هیچ جوشی ندارم، صورتم یه سر قرمزه. بعد این بنده خدا میمون که چه، بعد ها من فهمیدم که این التهاب حالا مواد غذایی بوده که اصلا من نمیدونستم اصلا جریان التهاب چیه، به چه صورتی خوش نشون میده. اینا رو من بعد از کتو که اونم ناخودآگاه طبق مثلا چارچوب کتو که عمل میکردم اینا حذف شده بود، میدیدم دیگه من قرمزی صورت ندارم، من مثلا صورتم اصلا حتی رنگ پریده، یعنی اون حالت مهتابی که دلم میخواست بوده، نه کرمی استفاده میکنم نه هیچی. چرا پس اینطوریه؟ حالا متوجه میشم که اون عوامل حساسیت زا که حساس شده، این تاثیراتش روی پوسته، تاثیراتش حالا روی مویه. البته مو رو یک فوبیای خیلی زیادی بچه های کتویی مخصوصا اگه تازه وارد کتو میشن دارن که حالا ما با این ریزش مو چه کنیم. ریزش مو در کتو اصلا وحشتناک نیست. چرا؟ چون این سبک، این ریزش در همه سبکای تغذیه دیگه هم که یهو وارد میشه هست، چون در واقع این شوکیه که بدنت داره تحمل میکنه، حالا این شوک به صورت ریزش مو خودشو داره نشون میده. اما خوبیه که تو اینه که بلافاصله بعد از اینکه بدنت که تو ادپته بشه، همه هورموناشو سر جای خودشون قرار بگیرن، بعد شروع میکنه یهو نگاه میکنه میبینی این بچه کوچولوها این موهای سرت نیش زده تازه، خب در میاد. من اینو اصلا توی سبکای دیگه ندیدم. من با کالری شماری هم ریزش مو گرفتم، اما هیچ وقت احساس نکردم که این دوباره موهام در اومد.
اما در کتو برای همین به همه همین چیزو میدم، دلگرمی رو میدم. نگران نباشین، نگران نباشین، فقط تنها کاری که میکنین چیت نکنین، به خاطر ریزشمو از کتو خارج نشین، بگین حالا مثلا من یه هفته از کتو خارج بشم ریزشمو خوب بشه دوباره برگردم. خود دوباره برگردین، دوباره همون آشو همون کاست. تحمل داشته باشین یه مقداری، اینا همه اوکی میشه و رو به راه میشه. من حالم با کتو خیلی خوب بود، همونطور که شما فرمودین که خیلی وقت الان به وزن تثبیت رسیدین. خانمایی رو میبینم از دوستای خودم که با وزن 71 کیلو تازه کتو رو شروع میکنن. ببینین یعنی وزن شروع کتو برای اونا 71 کیلوه، برای اینکه گوالشون ایدئالشون مثلا 50 کیلوه، 56 کیلوه، 58 کیلوه. خب سنشون ایجاب میکنه و خب ایدئالشون اینه که حالا مثلا یه اندام باربی هم داشته باشن. برای من که مثلا 55 سال سنم بود، روزی که من این پیج خودم رو تأسیس کردم 4 سال پیش، اومدم یک سایت بود طراحی، شما قد و وزن و همه چیز رو میدادی بهش، بعد قد و وزن ایدالت هم میدادی بهش، این خودش یک مانکن، یک طراحی میکرد با اندام الان شما و اندام زمانی که قرار برسی حالا به اون وزن. وای اینو من با 91 کیلو دادم، اونم گفتم 70 میخوام باشم. وقتی اینو نگاه میکردم انقدر ذوق میکردم. بعد همون یادم میاد 4 سال پیش کپشنمو نوشتم که ببینین شاید شما که نگاه کنین اصلا تفاوتی نداشته باشه این دو عکس براتون، ولی برای من خیلی تفاوت داره. رسیدن به این وزن آرزومه. اصلا فکر نمیکردم که به این آرزو برسم، ولی سبک کتو خدا رو شکر به قدری به هم کمک کرد و به قدری امیدواری داد به هم و می دیدم نتیجه زحمت دارم می کشم. خب خیلی گاهی اوقات پلکانی می رفتیم بالا، 4 تا پله می رفتیم بالا، 2 تا پله می آمدیم پایین، 3 تا می رفتیم بالا، 1 می آمدیم پایین، یه سر در حال نوسان بودیم. خیلی صبر و تحمل کردم، ولی وقتی که نتایجشو میدیدم چجوری پاهم سبک شده. یه وقتی من خب به خاطر اینکه من 5 تا نوه دارم، خونه نوا دخترای من طبقه بالا پایین هم دیگه است، بعد وقتی ما میریم خونه اونا مثلا آخر هفته ها طبقه پایین که حالا اتراق میکنیم، دائم در حال شیفت به بالا به پایینم. یادم میاد این نوه ها دست منو میگرفتن، من پله ها رو 4 دست و پا میرفتم بالا. حقیقتا این قضیه یادمه. بعد یه روز بعد از 7 ماه که از کتم گذشته بود، این دوتا نوه های 3 ساله رو بغلم گرفته بودم، داشتم بودو بودو از پلا میامدم پایین، همسرم از پایین نگام کرد گفت مثل آهو داری میدوی، یا موازه باش نخوری زمین ساق پاد بشکنه. یعنی با این سباکی ببینین اصلا اندام رو ولش کنین. تمام اون چی که من هدفم بود همین بود، که جراحی نکنم، که سباک بشم، که وزنم. من کمکاری تیروید داشتم، بعد قرص لواتروکسین هم هر روز مصرف میکردم، بعد در کنارش متفورمین هم میخوردم، بعد در کنارش میامدم برای دفع چربی ونوستات میخوردم. اوف، یک شاید یه مش قرص من اول صبح میخوردم و بعد همچنان ورم، همچنان قرمز، همچنان برافروخته. ولی با کتو لواتروکسین رفت، قرصای دیگه همه، هیچ قرصی الان من غیر از مثلا صبح که بلند میشم مکمل حالا بیوتینمو بخورم یا مخمر آبجومو بخورم، اونم به خاطر اینکه میدونم این کمبود ویتامینا تاثیر زیادی نذاره، و همین هیچ کرم خاصی استفاده بکنم، هیچ پماد خاصی، حالا برای اینکه دلمون رو یه خود شاد کنیم، روحیمون رو ببریم بالا، هر چند وقت یه بار یه ماسک قهوه با این توفالای قهوه‌مون درست می‌کنیم، با اثر می‌زنیم به صورتمون. ولی حقیقتاً در کتاب به هیچ کدوم اینا نیازی نیستش، غیر از اون منیزیم که خب باید خورده بشه، اون پتاسیم سیترات یا حالا تارتار که توی الکترولایتمون می‌ریزیم اون باید خورده بشه. الکترولیت رو من میگم اگه مثلا شما هر روز دارین آب قلمتون رو می‌خواین، الکترولیت هم مثلا روزانه نیازی نیست، چون اون قلم، آب قلم خودش همه اینا رو داره. و خب منیزیم که خب باید حتما خورده بشه، مکملایی که دلتون میخواد. حالا ببینیم بیشتر جنبه تلقین داره، من دارم مکمل 160 هزار تومانی میخورم پس موهام پرپوش میمونه و میمونه موهاتون پرپوش، چون تلقین کردیم به خودتون. کاری ندارم که اونا مؤثر هست، ولی اگرم که نخرین و نخورینم بازم که تو کار خودشو میکنه و بدنتون رو اونطور که باید ببره جلو میبره. اصلا هیچ جایی هم نگرانی هم نداره. من اینو با سن بالام دارم میگم، برای خانمای جوانی که دارن گوش میکنن و بهشون میگم که نگران نباشن. یه چیز مهمی که هست و من میبینم توی غرب هم خیلی سرش دعوا دارن و اینها، که شما حق نداری سن خانما رو بپرسی و خیلی این عدد سن واسه شون مهمه، بالا رفتن سن واسه شون ترسناکه. و فکر میکنم اصلا اون کسایی که این رو بی احترامی میدونن که سن خانم ما رو بپرسن، خیلی آدمایی هستن که احساس امنیتی نمیکنن و اون خودشون همچنان با
اون کسی که هستن راحت نیستن. ولی شما خیلی راحت سنتون میگی، خیلی راحت از واژه افزایش سن میگی. میتونید در مورد اینم صحبت بکنید؟ ببینین زمانهای قدیم که حالا من سرکارم با این دنیای مجازی که بیشتر توش زبان انگلیسی صحبت میشد، میدیدم که این حتی اون طرف هم مرسومه. یه اصطلاح داشتن که ترجمهش این بود، میگفتن که از خانوما سنشون رو سوال نکن، از آقایون درآمدشون رو سوال نکن و شغلشون رو نپرس. به نظر من که اصلا از غرب اومده، فکر نمی کنم خانمای ایرانی از غرب اومده چیزا رو داشته باشن که نه سنمو نپرس و اینا. فکر می کنم این از همون غرب اومده و بعد توی ما باب شده، احتمالاً همینطوره. ولی ببینین یه واقعیت اینه که حالا جدیدن میگن سن یه عدده. سن یه عدده یعنی چی؟ یعنی وقتی که من بدونم که انرژی که دارم، انرژی مثبتی که از خودم به بقیه انتقال میدم، انرژی که در من طوری بروز میکنه که منو در مواقع همپای یه بچه 3 ساله میاره، در مواقع همپای یه بچه 7 ساله میبره، این انرژی اینقدر فعال هست در درون من، سن واقعا میشه یه عدد. ببینی یه خانمی هستش که 25 سالش، اما نگاهش که میکنی بار دنیای انرژی منفی رو میگیری، اینقدر که این خانم عبوسه، اینقدر که و خب ایشون شاید اصلا تمایل هم بیانه. خانم شما چند سالتونه؟ دیگه به چند سالم هستش نمیگن. ببینی مثلا 20 سال و چند ماه همه. انرژی منفی و انرژی مثبته که سن شما رو میسازه. من وقتی که انرژی منفیم درم اینقدر زیاد باشه که با وجود 30 سال سن مثل یه خانم 60 ساله به نظر برسم، چه فرقی میکنه که من 30 سالم یا 60 سالمه؟ و خب من خودم کلم به خاطر اینکه کودک درونم رو خیلی اکتیو نگه داشتم همیشه و سعی میکنم که هی بارورش کنم، هی پرورشش بدم، چون حقیقتا تو این دنیایی که به هر قسمتش که نگاه میکنی یه مشکل، یه مصیبت، یک قصه، اگر که بری تو کنهش دامنگیرت میشه. نباید بها داد به این مشکلات، باید فقط به کودک درونت بها بدی، پرورشش بدی، اجازه بدی که اینقدر اکتیو باشه که این محدودیت سن رو برات بشکنه. من زمانی که حتی 91 کیلو وزنم بود که واقعا هم نمیتونستم شاید حرکتی حتی مثل تناب زدن رو داشته باشم، میرفتم زومبا. خیلی از حرکتاشون رو نمیتونستم انجام بدم اما شبیه سازی میکردم. خب این به خاطر اینکه دلم نمیخواست که وضعیت بدنی من که مشکل ساز شده بر من، این افسردگی هم مشکل رو مزید بر علت بکنه. بعد حالا اومد یه مقدار با همون وزن، گفتم حالا مثلا برم کوهنوردی. خب البته درسته که اون کوهنوردی فشار خیلی زیادی به زانوم آورد و اون در واقع مشکل ساز شد چون وزنم هم بالا بود. اما اینو میخوام بهتون بگم که حتی در بدترین شرایط من از اون چی که اطراف خودم بود برای خودم بهشت میساختم. یعنی فرق نمیکرد تو روستا زندگی میکردم یا مثلا میامدم شهرستان زندگی میکردم، همون 4 دیواری خونه رو. این مربوط به خصوصیت اخلاقی هر فردیه و اصلا شما نمیتونی اینو آموزش بدی که مثلا شما بیاین اینطوری باشین. نه، خصوصیت فردی هر فردی خیلی متفاوته. البته یک افرادی هستن که خونسا هستن، خب اونا باید آموزش بگیرن که حالا چه خوبه که ما که اگر افسرده نیستیم پس بیام یاد بگیریم. اقلا من توی سن 55 سالگی شروع کردم دوچرخه سواری رو. همسرم خب دوچرخه سواری میرن، از ساعت 2 ظهر میرن دوچرخه سواری تا 4:30 بعد از ظهر. 4:30 میاد یه غذا میخوره، حاضری؟ بله. باز منو برمیداره میبره. خب چون بالاخره دوچرخه سواری تو ایران مخصوصا ماها که میخوایم از شهر بریم بیرون یه مقداری ناامنه دیگه، باید حتما یا با اکیپ باشی یا یه گروهی باشی یا مثلا حداقل یه نفر همراهت باشه. ولی خب خوشبختانه وقتی که میبینم که یک شریک، یه همپا دارم، خودم رو نمیدازم که برو بابا کی حالا حوصله داره من با 60 سال سن با 55 سال سنم برم دوچرخه سواری؟ نه، چرا که نه، بهار داره میاد، هوا خوبه، باید از دیدن اون جوانهای کوچیک، اون لاله های کوچولویی که توی صحرا میزنه بیرون بعد استفاده کرد دیگه. و هر حال که واقعا وقتی که خودتو پرورش بدی، کودک درونتو اکتیو بکنی، فکر نمی کنم که اصلا سن هیچ مشکلی داشته باشه که مطرح بکنی حالا چند سالمه. بسیار عالی.
آره واقعا همینجوره. خودم هم مثلا میتونم بگم که توی یه سنهای پایین تری احساس خیلی پیری کردم. اولین باری که دچار کمر درد و مشکل کمر فشردگی مهره کمر شدم، اون شاید 19 سال من بیشتر نبود، ولی خیلی احساس کردم یهو که اتفاقات ناهنجاری هم میتونه برای آدم بیفته که یهو احساس پیری بکنی. و خوشبختانه هر کدوم از اون مشکلات انگیزه شدن برای اینکه راهی پیدا بکنم و بهبودی رو ایجاد بکنم. و یه چیزی که البته به خیلی حرفهای قبل شما برمیگرده، خیلی جالبه که مثلا توی رژیم های کالری شماری میان به شما میگن که آه حالا شما دارین به یاسگی نزدیک میشین، الان یه هم هورمون مهم میشه. یعنی همون پزشکی که به هورمون اهمیتی نمیداده آنچنان و حالا میگم چه هورمونی، بعد یه هم وقتی که فرد مراجعه کننده یا حال بیمار که بهش مراجعه میکنه وزنش کم نمیشه، اون موقع تقصیر کار میشه هورمون. ولی خودشون اصلا به اینم، حالا نمیگم همه کالری شما را اینجوری هستن، آقای تارم سری اون روز توی لایوشون داشتن میگفتن که خیلی این حرف معنی درستی داره که یه موقع ممکنه هم پزشکی که کالری شما رو توصیه میکنه سلیقش خوب باشه، این عبارت سلیقش خوب باشه خیلی واسم جالب بود که یکی ممکنه بگه که نوشابه میخوای بخوری بخور، اما توی اون بازه کالری شمارید، ولی یه نفر یه پزشکی ممکن سلیقش خوب باشه بگه اون نوشابه رو استفاده نکن. چرا؟ چون که اون روی هورمون تاثیر میذاره، هورمون انسولین. انسولین تا پاشه ما بدنمون اصلا سراغ ذخیره های چربی نمیره، اون موقع هورمون مهم نیست، ولی وقتی که فرد وزن کم نمیکنه اون موقع هورمون میشه تقصیر کار، خود بیمار میشه تقصیر کار. راه گریز. آره راه گریزی هستی واسه خودشون پیدا کردن. و البته نمیگم هم که همشون همینطورن، پزشکای بسیار ذهن بازی هم هستن که ذهنشون رو به هر راهی که بیمارشون میگه میتونن باز بکنن و حتی از بیمارشون یاد بگیرن. بله. خب من چیزی برای گفتن ندارم، شما حرف دیگه دارید؟ نه منم حرف دیگه واسه گفتن ندارم، حرفامو گفتم. خیلی از حرفا شاید ناگفته مونده باشه، ولی خب میتونم اطمینان بدم به همه کسایی که دارن این برنامه رو میبینن، اینکه هر زمانی هر سوالی که داشتن در هر ساعت شبانه روز، به محض اینکه من اگر که این چراغ بالا سبز باشه و ببینم و در محدوده معلومات و اطلاعات من باشه جوابشون رو میدم، اگرم که ندونم رو میتونین بگین. بله اگرم که ندونم حتما براشون میپرسم از اساتید دیگه و خب باشون در میون میذارم مشکلاتشون رو و میگم. پیجی که من 4 سال پیش زدم اسمش هست کتوزیست آندرلاین فرشته، آخرش اچ داره فرشته. و خوشحال میشم که بدونم حتی یک نفر از راهنمایی من استفاده کرده و خب دوستان خیلی لطف دارن، در طول این 4 سال نشده هنوز من یک بار انرژی منفی ازشون بگیرم، یک بار بخوان سخنی بگن که حالا من یه خورده مکدر بشم یا پشیمون بشم از اینکه چی کار دارم، اصلا چرا دارم وقتمو هزینه اینترنتمو حروم میکنم، چشممو از همه مهمتر با عینک دارم جوابشون رو میدم، آخه چرا؟ اینقدر همشون با محبتن و اینقدر همشون همپان که واقعا هر بار که جواب هر کدومشون رو میدم خوشحال تر از لحظات قبل میشم. و خب فکر میکنم که واقعا تو این دنیایی که همه به یه چیزی به ماورای طبیعه احتیاج دارن به اسم دعا، دعای تک تکشون هستش که زندگی های ما رو، من و بچه هامو سرپا نگه میداره، ولی خب مورد دیگه قطعا نمیتونه باشه. و از شما هم خیلی ممنونم که پیجتون خیلی پرباره، خیلی راحت اطلاعاتتون رو با همه در میون میذارین و با همه به اشتراک میذارین و کارو برای امثال من که 4 سال پیش وقتی اومدم هیچ کس واقعا شاید به تعداد انگشتان دست بود خیلی راحت کردین و ازتون خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم و براتون در هر کجای این دنیای پهناور که هستین آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. سپاسگزارم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتین و با خیلی از تجربیات خودتون و معلومات خودتون محبت گفتین و با ما در میون گذاشتین. پیروز و کامیاب باشید. سلامت باشید.
امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید، لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید، لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و QR کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.